سلام، به یه ویزای گدبچه خوش اومدین. نمیزاییم با سریال گناه فرشته. گناه فرشته همه جا یکی نی؟ خب بعد از یه وقفه برگشتیم و راجع سریال گناه فرشته صحبت میکنیم. راجع قسمت قبل و تریلر هم صحبت کردیم که پلیلیستش این بالا میاد و کلی ویدیو تئوری جذاب داشتیم راجع بهش. اومدیم ها راجع قسمت هفت تا قسمت هفت صحبت کنیم. سعی میکنم خیلی طولانی صحبت نکنم چون ارزشش واقعا اونقدر نداره، ولی سعی میکنم حالا قسمت به قسمت بیایم و ویدئوهای کوتاه‌تری راجعش بدیم، راجعش صحبت کنیم، بررسیش کنیم، چون میدونم خیلیاتون دوست دارین راجعش بدونی. بهم بگین چه سریالی بیشتر از همه دنبال میکنین، بیشتر از چه سریالی تو نمایشخانه گران خوشتون میاد. من که خودم شخصا فکر کنم برای چیزی پوچیده نیست که دفتر یادداشت با اختلاف بهترین سریالی که الان توی چند وقت اخیر دیدم و میبینم دنبالش میکنم. دوستان نظر شما راجع به موضوع بدونم. خب گناه فرشته. درگیر یه وضعیت پیچیده‌ای شدم. ایرادای سریال بینه کن، یکی بزرگترین ایرادای سریال در واقعا یه کلمه است دیگه. ببین خودش داستان خاصی نداره، واقعا داستان منسجمی نداره و میترسه از یه سری اتفاقات. من متوجه نمیشم چرا باید تو قسمت هفت برعکس داستان رو ببینیم. این چی؟ یعنی دوباره از دادگاه بپریم مثل قسمت پنج، یعنی دادگاه رو حذف کنیم، که ما اصلا برای یکی از جذابیت های تریلرش داستانش نیست که یه زن و شوهر وکیل رو داریم میبینیم که قرار روبروی هم قرار بگیرن. زن طرف قاتل مادر شوهرشه، حالا اگه بگیم قاتل، و یه پرونده یه طرفه، و شوهر که شاه حسینیه یه پرونده جنایی قبول کرده، ولی که اصلا وکیل اقتصادی طوره. و این داستان ها این جذابیت دادگاهه بعد محوریت ماجرا باشه، ولی نیست. خود کارگردان دادگاه فرار میکنه. چرا؟ چون آقای انقای اعتقاد ندارن فیلمنامه رو کامل بنویسن، دوستان فیلمنامه رو تیکه تیکه بنویسن که هم کارگردان رو سورپرایز کننم، خودشون رو بیننده وارد جذاب میشن، اون لحظه تصمیم بگیریم که چیکار کنیم. فیلمنامه‌ای به وجود نمی آید هیچ وقت. خب یعنی من یه وقتا به بهرنگ زنگ میزنم میگم قرار بود همچین سکانسی رو بفرستم، تو اینجوری بگی. خب خیلی معلومه این اتفاق بعد، ولی خب این سریالی که اینجوری نوشته شده خیلی توقع خاص نبود داشته باشیم. ولی اون دادگاه فرار میکنه. این قسمت که اصلا دادگاه رو عجیب غریب بود. بعد از دادگاه رو دیدیم که اومد گفت چرا دوزیو بهم نگفتی و چیز مانی ها و این ماجرا رو. بعد برگشتیم دیدیم که چه اتفاقی افتاده. ببین آقای تهرانی، من اگه خب اتفاقی تو بزرگ بود اصلا باید با اون تمام میشد، ولی چرا ما بعد اول اونو میدیدیم بعد این ماجرا رو؟ چرا نذاشتی آقا ما مانی ها رو باور کنیم دیگه که داره این کارو میکنه، داری میاد شهادت بده؟ بله از آخه چکو میذاری قسمت بعدی رو با این شروع میکردی. یه جوریه که انگار تو یعنی وقتی میبینی اولش میگن خب خیلی ساده است با همون شروع کنیم، چیکار کنیم، بیا مثلا دادگاه رو این شکلی حس شده نشون بدیم، بعد حیفه که با این تمام نکنیم که تصادف با این ماجرا. ولی در واقع روند اگه میواد به اون خط میشد، بعد قسمت بعد با همین داستان شروع میشد، خیلی روند متفاوتی داشت. یعنی ما میمدیم میگفتیم آخ ریاکشن حامد چیه به این ماجرا، که میمد به فرشته میگفت چرا بهم دروغ گفتی و این ماجرا، و احتمال زیاد بهش میگه که مانیا رو ماشین زده. روند داستان جوری که پیش میره احتمال خیلی زیاد نوید عشیری و اینا هم خیلی نباید آدمای بدی باشن. یعنی جوری که داره پیش میره بیشتر به سمت این داره میره که دعوا پدرپسریه، یعنی نوید و اینا بازیچن، بیشتر درگیر حامد و عماد خواهیم دید. بیشتر یعنی بیشتر به اون سمت داره میره که عماد پشت همین ماجرا است، چون که اون مفسد اقتصادی رفت پیشش، رخصت گرفت، رابطه این همه قتلا بهش، کسایی که کار میکردن برای قاتل، این همه تو دفتر پسرش، یه جاسوس خودش تو دفتر پسرش به اون منشی که اون جاسوسه داشته با عشیری ازدواج میکرده و یه کار اونجوری میکرده، که الان هم بعد از اینکه این دادگاه رو اومده نرفو کشتش، همه دستو میده سمت حامد نرین، یه حفاظتی که از حامد میکنه، و این ماجرا که داره به سمت این داستان پیش میره. صحنه تصادف شوک خوبی بود، قشنگ بود، آبی پیشی نبود، خیلی خوب اجرا شده بود، ولی جاش اشتباه بود تو سریال. یعنی آره نمیدونم،
خیلی ماجرای مسخره. بعد چجوری میشه یه آدم، حالا نوید، به همه پول میدادی بعد یه شوگه به همه رو کشتن؟ حالا نوید اما هر کسی کشته ماجراست. تا قبل با پول حل میکردی، یعنی یفعی همه رو شروع کردی کشتن وقتی حامد اومده تو، حامد که خودتون رو بردین تو ماجرا. یعنی جوری که ما ببینیم اینه که اماد فرستاده عنایت رو پیش حامد و گفته برو حامد رو قانع کن. میبینیم دیگه علنا و دوستش حامد بیاد اون ور قضیه وایسه. حالا سنی که با مهتاب هم، به مهتاب هم گفته اون وایسه، یعنی همه این کارا رو پشت پرده اون داشته هدایت میکرده. نمیدونم قاتل هم که دیدیم دیگه، قاتل کیه؟ قاتل اشیر خیشتش غیب نیست دیگه. یعنی اون مسئله هم حل کرده، این دوست نداره حل شده بدون اون ماجرا. و چقدر زندان زنانه نبده، اصلا فاجعه است صحبتاشون و حرفاشون. نرفا فرشته اصلا شوگار رو چرت با اون یکی بیشتر رفیق بودی تا شوگار هم دختری که اعدام شد نازنین بود اسمش چی بود، بعد بیری اونو بیزنی تو به چه جز خود کشتی ما همه دنبالی هست. چقدر لوس، چقدر بیمعنی و چقدر ضعیف بود بازی، میدونی؟ بعد بقیه عقل نداری؟ فهم نداری دختر ناشکر؟ توی تک تک این بنده هر کدوم از ما شب تا صبح دعا میکنیم که فقط یه روز دیگه حکممون بیفته عقب. از اونی که شبیه فیلم فارسی قدیمی ها میاد میگه فرشته چیز داری تو اون یکی که عاشقت بعد بشه حتانا دیگر، اصلا فاجعه است. من نمیدونم تا نازنین چجوریه، ولی خب چیزی که شنیدیم نمیدونم این شکلی نیست. بعد همه گوش به زنگ زد، یه نفر رو گوشه مگه سرباز خونه است، همه چهار نفر با هم سیخ بلند میشین یه اتای نفر خوب. اصلا متوجه نمیشم. بعد اوور ریاکشن ها فقط مال فرشته است، بقیه اوور ریاکشن ندارن به شوکا، هیچ کسی دیگه شخصیتی نداره، همه محوریت و فرشته است که زیادی عجیبه دیگه برای کسی که خب شخصیت باید شخصیت آروم باشه و فلان این حرفا. مظلوم نماییه، نمیدونم سریال ما برای دادگاهیناش میبینیم دیگه، نه برای این داستان ها. بعد من به ازم مشوق هم خیلی مشکوک، یعنی اونم باز زیادی دوستان شد. بعد چه تیپی آخه آقای سلطانی، چرا شده این نقش رو قبول کردین حسینی و سلطانی؟ نمیدونم چه تیپیه که برای یه وکیل سابق، چون میدونیم وکیل خب پرونده پروانه مشوق بوده. بعد نمیدونم واقعا تیپ هایی که تو دادگاه و این ماجره ها عجیب غریبه. اینقدر آدم تو دادگاه یه قتل یه آدم عجیب غریب با یه پرونده معلوم، اینقدر آدم میاد دادگاه هر روز برای چی؟ خیلی سریال نامید کننده ای از خیلی نظرها، خیلی فاجعه است دیگه. چون قاضی مصنوعی که مثلا، یعنی خیلی وای انگار به نظرم به خاطر سابقه وکالتی که دارن یه پاچه خوری نسبت به قاضیا دارن. قاضی پرونده جمله جالب گفت که ما باید همه شواهد و اینا رو بررسی کنیم، بعد تصمیم میگیریم بر اساس شواهد بررسی نمیکنیم به ماجرا. خیلی جمله مصنوعی بود با همه احترام و خیلی پاچه خورانه بود. خیلی که ببخشید اومدیم با قوه قضاییه، تو قوه قضاییه اومدیم تو چیز ماجرای دادگاهی و این قضایی ماجرا. خیلی اجازه گرفتنیه، شبیه هیچ چیز شخصی نیست به همه شخصیت ها فلان، انگار پرونده واقعی رو داری برای بر اساس واقعیته، در حالی که داری میگی بر اساس واقعیت نیست. ولی اون اجازه رو داری میگی شخص شباهت ها چیز نیست و این همش اتفاقیه. داستان سال 1402 نیست به یه جمله از بزرگانم اولش میزنی شبیه زندگی اینه که هر کسی شبیه حرفش نیست. مثلا چه ربطی به قسمت داشت؟ میدونی این داستاناش همه مشکل دیگه. بعد چقدر تبلیغ میکنی بابا، بیخیال. وسط هم قبل هم اپیزود که کلی تبلیغ داریم، بعد وسطش تبلیغ میاد، یعنی میزنه آگهی، میریم آگهی میبینیم، از آگهی اومدیم بیرون تو ماشینن، همش هم هی تو ماشینن، میره تو اتوبان، هی تو اتوبان تابلو تبلیغات نشون، دوباره میریم یه تیکت بعد همه مسیرها رو نشون بده که تابلو تبلیغاتی ها رو بذارن. سه طبقه تبلیغ گذاشته قسمت رو، بعد دیگه زیرنویس من توقع دارم ببینیم دیگه. بعد هی هم میگن که غیرقانونی نبینین. خب اگه پول بدیم ببینیم برای اینقدر تبلیغ داریم میبینیم برای چیه؟ پول میدیم ببینیم که دیگه تبلیغ نبینیم دیگه، یعنی یوتیوب، نتفلیکس، هر جای دیگه که پول میدیم برای که تبلیغ نبینیم. میدونی نتفلیکس چند وقت پیش اعلام کرد که میخواد تبلیغ بذاره بین و قبل ماجراها، کلی دعوا شد. بعد اومد گفتن که دلیلش اینه که میخوام قیمت رو بیاریم پایین که مردم
پسورد شیرینگ انجام بدن، پسورد هم دیگر نگیرن و این داستان ها و قیمت ها افورد یعنی قابل چیز ترشه پرداخت ترشه. میدونی ما پوله رو میخواییم بگیریم، غیرقانونی هم مردم نبینن، به همه جای داستان رو تبلیغ ببندیم، یعنی تو خود داستان که تبلیغ هست، تابلو تبلیغاتی هست، بینش هم تبلیغ میاد قبل و بعدش. واقعا نمیدونم یعنی چی این سریال رو تعریف کنم ازش. نه نظر شما رو جو سریال چیه، اصلا ارزش دیدن داره نداره، شما دیدین ادامه‌ش رو ندیدین؟ من سعی میکنم حالا هر هفته بیام یه کوچولو صحبت کنم، ولی از یه جایی به بعد شاید چند قسمت درمیون اومدیم مثل بقیه سریالا باید بذاریمش کنار. یعنی شهاب حسینی، اشتباه شهاب حسینی بگم، نمیدونم چقدر عوض شده، آقای حنگا داخل داستان رو عوض کرده اون لحظه، چقدرش به شهاب حسینی دادن، چقدر از میگه تو بازی کنه، ولی نداره. یه خطی خیلی جذابی بود، ولی خیلی حیف شد که اون دادگاه رو از دست دادیم، نتونستن اجراش کنن. که البته اگه یه ذره تحقیق کنیم راجع به آقای حنگا، یعنی که هر کدومتون میتونید با یه گوگل و یه جاده به ویکی‌پدیا و ماجراها به این حرفی که من میزنم برسین، میفهمین که خیلی چیز دور از انتظاری نبود. حالا این پیش بینی من بود دیگه، راجع به نوید و عماد و این داستانا زیاد صحبت کردم، میریم میذاره باز قسمت های بعد شاید بیشتر صحبت کردیم، ولی شما خیلی دوستم نظر شما رو بتونم راجع به این ماجرا که بهترین سریال در حوزه نمایش خانگی چیه و نظرتون راجع به گناه فرشته. مرسی که ویدیو رو دیدین، سعی کردم مثل این نکات رو بهتون بگم که به ذهنم رسیده و راجع به سریال نمیدونم با موافقین یا مخالف. یکی از دوستانم برام نوشته بود که خیلی انتقاد کردن راحت و همینجوری به هر سریالی نباید بگیم و ما در حدی نیستیم و این ماجرا. نمیدونم چی تو گناه فرشته دیده که دوستمون اومده و به من گفته در حدی نیستی که راجع حرف بزنیم. ما در حدی نیستیم که راجع حرف بزنیم، ولی خب نظرمون چیزی که میبینیم و میگیم و بررسی میکنیم، اسم خودمون هم نذاشتیم منتقد، صرفا به عنوان تماشاچی یه تریبون یوتیوب در اختیارمون گذاشته که بیام نظرمون رو بگیم دیگه. حالا نمیدونم، دم همتون گرم که دیدین ویدیو رو تا آخر و آره لایک و کامنت یادتون نره، حتما هم سابسکرایب کنید. کلی برنامه ها رو جو دفتر یاد داشت، سریال هایی که جدیدی که میاد، سریالی که اومده و فیلم ها و اسکار و این ماجره ها داریم که خیلی چند وقته، چند ماه آینده، چند هفته آینده کلی ویدیو جذاب داریم که حتما سابسکرایب کنید که از دست نره. مرسی، دمتون گرم، فعلا تا ویدیو دیگه.